نیروی کشش نخ. ببینید بچه ها، بحث دینامیک الان به جای جذابش رسیده. یکی از متداول‌ترین سوالاتی که تو کنکور سراسری امتحانات پایان ترم ازش سوال تر میشه، جرمای به هم متصله. خب بچه ها، من اگه بخوام چند تا جرم رو به هم متصلشون کنم، خب با چی میتونم این کارو بکنم؟ یه سوال فکر کردید؟ بله. مثلا میتونیم نخ بینشون وصل کنیم. یعنی با یه تناب اینا رو به هم وصل کنیم. بعد بیایم بکشیم. حالا این تناب ها میتونن مثلا فرض کن چند تا جرم رو به هم وصل کنن یا دو تا رو به هم وصل کنن، رو سطح افق باشن یا نه، یک رو سطح افق باشه، یک رو سطح قائم آویزون باشه، یک رو سطح افق باشه، یک رو سطح شیبدار باشه، هر دو رو سطح شیبدار باشن، یا اصلا نه، یه قرقره دو تا نخ بیان دو تا جرم رو بهش چیکار کنیم، آویزون کنیم. میتونن با فنر به هم وصل بشن، میتونن کنار هم قرار بگیرن، هولشون بدیم، میتونن رو هم قرار بگیرن. اینا در مجموع بهشون میگن جرمای به هم متصل. ما میخوایم در این قسمت راجع به کشش نخ ها صحبت کنیم که وقتی دو تا جرم رو به هم دیگه وصل میکنن میکشن، نیروی کشش رو چجوری میتونیم اندازه‌گیری کنیم. منتها برای شروع من میخوام یه مثال ساده بزنم، دلم میخواد همه حواسشون باشه که نکتهشو یاد بگیرن. ببینید بچه‌ها، در شکل مقابل نیروی F چند نیوتن باشد تا جسم با سرعت ثابت به طرف بالا حرکت کند؟ ببینید بچه‌ها، تو این سوال باید یه چیز حواسمون رو جمع کنیم. اون چیه؟ این مجموعه ما داره یک نواخ میره بالا. خب کی داره میکشه بالا؟ نیروی F. ما میخوایم مقدار نیروی F رو حساب کنیم. دو تا نکته خیلی جالب داره. بچه‌ها شکل بزرگتر بکشیم. من اولین کاری که باید انجام میدادم چی بود؟ اول باید میمدم شکل میگشتم. خب خدا پدرش رو بیامرز خودش داره. دیگه چی کار میکردیم؟ نیروها رو رسم میکردیم، نیروهای وارد در اون جرمی که داره حرکت میکنه. شما بگید الان این جرم که به سمت بالا داره میره چه نیروهایی بهش وارد میشه؟ یه نیرو ام جی به سمت پایین وارد میشه، یه نیرو کشش نخ به سمت بالا. جرم من همین دوتا نیرو داره. خب مجموع کدوم وری داره میره؟ میره به سمت بالا، با جهت هم به سمت بالا. بعد چی کار میکردیم؟ قانون دوم نیوتن، زیگما اف مساوی با ام آ. خب در جهت حرکت تی داشتیم، خلاف جهت حرکت پس منهای ام جی مساوی با ام آ. اگر من عدد جاگذاری کنم تی رو ندارم، این آ صفره. چرا؟ چون گفته یک نواخت حرکت میکنه، پس تی برابر با ام جی میشه، نتیجه تی میشه 200 نیوتن. خب من تی رو به دست آوردم طبق همون روالی که تا حالا کار کرده بودم، اصلا مشکل نبود. حالا یه سوال پیش میاد، چه رابطه بین تی و اف وجود داره؟ نکته اینجاست بچه ها، اگر تناب بدون جرم باشه، که ما همه مسئله هایی که تو این کتاب داریم بدون جرمن، فرض کردیم تناب جرم نداره، حالا اگر شما به یه سر تناب یه نیرو وارد کنید، این نیرو عیناً به سر دیگه هم منتقل میشه. من سر تناب رو با نیروی F کشیدم، تی تناب T ایجاد شده، این T و F باید با هم دیگه برابر باشن. این به عنوان نکته است و به زاویه قرار گرفتنش هم بستگی نداره. پس بچه‌ها T با F برابره، پس جواب میشه 200. ولی یادتون نره ها، این نکته رو به خاطر بسپارید. چیه؟ هرگاه اگر تنابی بدون جرم باشد، نیروی کشش نخ در تمام نقاط آن یکسان بوده و به زاویه قرار گرفتن آن نیز بستگی ندارد. پس بچه‌ها حواسمون رو جمع می‌کنیم، اگر یه وقتی یه جایی یه نیروی کشش داشتیم، تنابمون بدون جرم بود، این نیروی کشش به همه نقاط منتقل میشه، زاویه نخوام اصلا اهمیتی نخواهد داشت. ولی بازم میگم ما تناب بدون جرم، به عنوان نمونه، در شکل مقابل سطوح بدون اصطکاک است، نیروی کشش نخ کدام است؟ 8 12 32 20. بچه‌ها شکل رو که مشاهده می‌کنید، یه نیروی 20 نیوتن داریم، 3 کیلوگرم و 2 کیلوگرم، اصطکاک هم نداریم. من شکل رو بزرگتر بکشم، کاری که ما باید انجام بدیم چیه؟ قرارمون رو به هم نزنیم، اول نیروها رو رصد کنیم. خب شکل رو به ما داده، اولین نیرویی که به جرم 1 وارد میشه M1G. دیگه چی؟ یه نیروی N1. دیگه چی داریم؟ یه M2G و یه دونه هم N2. خب یه تناب هم این وسطه. بچه‌ها خوب نگاه کنید من چی کار میکنم. جرم شماره 1 رو وقتی من میکشم، جرم شماره 1 توسط تناب به شماره 2 وصل شده، پس اون رو هم دنبال خودش میکشه. پس جرم شماره 1 به شماره 2 یه نیرو کشش به این سمت وارد میکنه، از اون طرف جرم شماره 2 در مقابل حرکت مقاومت میکنه، پس جرم شماره 2 هم جرم شماره 1 رو به سمت عقب میکشه. یعنی ما همیشه هر جا تناب داشتیم، یه تی به این سمت داریم، یه تی هم در جهت مخالف همیشه هست. بیایم مثلا بین خودمون قرار بذاریم، هر جا دیدید یه تیک تناب وجود داره که دو نقطه رو به هم وصل کرد، دو تا تی بکشید در حساب. این تیام همیشه با هم برابرن، نیروهای عمل عکس العملن، به دو تا جسم دارن وارد میشن، مقدارشون هم با هم برابره. خب بچه ها بعد از این که من نیروها رو کشیدم، باید چیکار کنم؟ باید یه جهت مثبت انتخاب کنم و قانون دوم نیوتن رو بنویسم. پس بچه ها میام اون کار رو انجام میدم، زیگما اف مساوی با ام آ. از همینجا شروع کنید، اف در جهت حرکته، تی
خلاف جهت منفی میشه، این تی در جهت حرکت مثبت شد مساویس با جمع جرمامون مساویس با ام آ. آقا ببخشید، شما تا حالا هیچ وقت جرما رو با هم جمع نمی کردیم؟ برگردین سوالا رو یه بار دیگه بخونید. اصلا تا حالا من دوتا جرمی داشتم که بخوام جرماشون رو جمع کنم؟ ما همه جرمامون یه دونه بودن، تازه رسیدیم به جرمایی به هم متصل. یعنی از الان به بعد وقتی دارید قانون دوم رو برای مجموعه می نویسید، همونطور که همه نیروها رو باید در نظر بگیریم، همه جرما رو باید در نظر بگیریم، پس جرما باید با هم جمع بشن. اون وقت این تیا با هم دیگه مقدارشون برابر ساده میشن، بقیه رو عدد میذاریم، خب میشه 20 مساویس با جمع جرمامون 3 به علاوه 2 میشه 5. شتاب حرکت من شد 4 متر بر مجذور ثانیه، پس من شتاب حرکت رو دارم. راستی دوستان، این شتابی که من به دست آوردم واسه جرم اوله یا واسه جرم دوم؟ آفرین، برای همشونه. پس اگر برای همشون هست، بچه ها من میتونم اینو به دو قسمت تقسیم کنم و این شتاب رو برای تک تکشون به کار ببرم. پس کارمون مشخص شد. بعد از اینکه شتاب رو تعیین کردیم میتونیم این کار رو انجام بدیم، بیایم قانون دوم نیوتن رو برای تک تکشون بنویسیم. هر کدوم هم که شما بگید هیچ فرقی هم نمیکنه. پس من میام بچه ها اینو جدا میکنم، قانون دوم میخوام بنویسم. میتونید برای اولی بنویسید، تو برای دومی. من میام میگم زیگما اف مساویس با ام دو آ، دومی رو انتخاب کردم. چند لحظه بهتون وقت میدم بگید جرم شماره دو در جهت حرکت چه نیرویی داره؟ تی. خلافش چی داره؟ هیچی. پس تی مساویس با ام دو آ. اگر بیام جاگذاری کنم مقدارها رو هم قرار بدید، میشه 2 ضرب در 4. جوابمون چند میشه؟ 8 خواهد شد. پس کشش نخ به دست اومد 8. اگه برای جرم اولی هم مینوشتید همین به دست میومد. ببخشید آقا شابدین، چرا اولی نگرفتی؟ من دیدم سرش خلوت‌تره، مزاحم این نشدیم، تعداد نیروهاش بیشتر بود. ما این همونی که خلوت‌تره، راحت‌تر به دست میاد، محاسبات ریاضیش کم‌تره، از همون استفاده کردم. یه دانش آموز سر تکون میده میگه خیلی راحت‌تر از این میشد حل کرد. میگم آره، حواستو بده من. بچه‌ها ما میتونیم بعد از اینکه نیروها رو رصد کردیم یک روش دیگه هم برای حلش بگیم. یه تناسب، تناسبی که خیلی کمک میکنه، خیلی هم ساده است. پس روش دوم رو ببینید بچه‌ها. من شکل مسئله رو کشیدم. جرما رو همه رو مشخص کردم، نیروهاش رو رسم کردم، کشش نخ رو مشخص کردم، اینا دیگه مشترک. حالا میام به شکل نگاه میکنم. خب دوستان بگید ببینم الان این مجموعه جرمای ما نیرو محرکشون چنده؟ خلاصه داستان با نیروی چند نیوتن دارن حرکت میکنن؟ خب 20 نیوتن. این 20 نیوتن چند کیلو رو دنبال خودش داره میکشه؟ نگاه میکنم 3 و 2 5. بسیار خوب. حالا اگه مجموعه رو نصف کنی، دستتو بذاری روی این، اینو دیگه نبینی، میشه به من بگی این 2 کیلو با چه نیرویی داره کشیده میشه؟ یعنی 20 همه رو داره میکشه ولی این تی فقط 2 کیلو رو دنبال خودش میکشه. پس من میتونم بنویسم 20 نیوتن 5 کیلو رو دنبال خودش میکشه، تی 2 کیلوگرم رو به دنبال خودش میکشه. اگر یه طرف این وسط این کنم، به راحتی میتونم بگم تی ضرب در 5 20 ضرب در 2 حاصل میشه 40 5 و جواب میشه 8. چقدر راحت حل شد، روش فوق العاده ایه. ولی خب یادتون باشه راه اصلی مفهومی که تو دل خودش داره، روشی که به ما یاد میده، همیشه میتونیم ازش استفاده کنیم، ارجح تره. من توصیه نمی کنم فقط این روش رو یاد بگیرید، من میگم اونو یاد بگیرید، این رو هم در کنارش استفاده کنید. قشنگ بود. بریم سوال بعدی. در شکل مقابل نیروی کشش نخ کدام است؟ 6 و 9 12 4 و 17 16. ظاهرا شکل شبیه همون شکل قبلیه ولی یه تفاوتایی کرده. جرم شماره 1 با افق یه استکاکی داره، اما جرم شماره 2 با افق استکاک ندارد. حالا چه جوری حلش کنیم؟ شکل مثلا رو می‌کشیم، نیروها رو رسم می‌کنیم. اولین نیرو نیروی ام چی، بعد نیروی ان 1، یه دونه ام 2 جی هم اینجا داریم، یه ان 2 کشش نخ هم که قرار داد کردیم دیگه، این عباد باشن، یه کشش اینوری داره یکی دارم میبری، چی هم سر جاش هست. میمونه این استکاکه. خب حالا این استکاکه چی کارش کنم؟ اگه بخوام بکشمش نمیدونم استکاک ایستایی یا لغزشی، اول باید چک کنم نه؟ پس میام چی کار میکنم بچه ها؟ اول از همه مینویسم F مساویس با مو ضرب در MG. چرا ننوشید FS یا FK؟ خب نمیدونم، اگه میدونستیم که دیگه این لازم نبود چک کنیم. پس اول هیچ اسمی براش انتخاب نمی‌کنیم. داده‌ها رو جاگذاری می‌کنیم. 2/10 ضرب در 20 حاصل میشه 4. حالا که شد 4 با 24 مقایسش کردم، مطمئن شدم، نوشتم افکا. یعنی براش اسم انتخاب کردم. بعد میام نیروی افکا رو براش می‌کشم. بعد از اینکه نیروی افکا مشخص شد، جهت حرکتم که مشخص شد، شروع می‌کنیم قانون دوم نیوتن رو نوشتن. میگیم در جهت حرکت اف. افکا خلافه،
تی خلافه، این تی در جهت مساوی است با جمع جرما ضرب در آد. تی ها با هم ساده میشن، بقیه هم عددهاش رو جاگذاری میکنیم. 24 منهای 4 مساوی است با 5 ضرب در آد. پس شتاب حرکت ما میشه 4 متر بر مجذور ثانیه. ما شتابو داریم. حالا میام چیکار میکنیم؟ مجموعه رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. اگر مجموعه رو به دو قسمت تقسیم کنید، قانون دوم نیوتن رو بخواید بنویسید، برای کدوم میخواید بنویسید؟ برای اولی یا برای دومی؟ من جای شما باشم دومی میسم، چرا؟ چون خلوت تره. پس بچه‌ها زیگما اف مساوی با ام دو آ، تی مساوی با 3 ضرب در 4، 3 4 تا هم برابر با 12 میشه. پس جوابش به راحتی 12 به دست اومد. بچه‌ها ما الان اینو از روش اصلی رفتیم، نه یه خودم طولانی شد، تناسب رو هم چک کنیم شاید جواب دادا. بریم سوال بعدی. شکل مسئله رو داریم الان، من میخوام از راه تناسب حلش کنم. نیروها رو رصد کردم، نیرو استیکاک همه اینا رو مشخص کردم، حالا میخوام ببینم چه جوری هست. بچه ها از شما سوال میکنم، نیرو محرکتون چنده؟ یعنی این مجموعه با چه نیرویی داره حرکت میکنه؟ بگید. چی؟ 24. خب من همین الان از کار خودم پشیمون شدم، به شما توصیه میکنم سراغ راه تستی نرید، همون رو اصلی جهت بگید. اگه گفتید 24 دیگه نرید سراغش. این چرا؟ مگه 24 نیست؟ نه بچه ها، این 24 تا نیرو وارد شده، ولی 4 نیوتن هم استکاک داری، اون استکاک بود کم کنی، اون در واقع نیرو محرک تو رو خونسا کرده، فقط 20 باقی مونده. یعنی اگر میخوای از راه تناسب بنویسی باید به این صورت یادداشت کنی، 24 منهای 4 چند کیلو رو داره حرکت در میاره؟ 5 تا. حالا تی چند کیلو رو به حرکت در میاره؟ 3. اگر من بیام طرفین و وسطین کنم، 3 ضرب در 20 میشه 60 تقسیم بر 5، یعنی تی برابر است با 3 ضرب در 20 تقسیم بر 5 که جواب ما میشه 12. بله جواب میده، درسته، من نگفتم غلطه. من دارم میگم بچه ها حواستون رو جمع کنید، نیروی محرک یعنی خالص نیرویی که این جرما رو داره به حرکت در میاره، یعنی باید نیروهای مقاوم رو اول ازش کم کنی، استیکاک رو باید ازش کم کنی، بعد بگی نیرو محرک چقدر بوده. پس اینم یه سوال خوبی بود، میتونست علاوه بر ما باشه ها، حواسمون رو بیشتر جمع کنیم.